23 دوستای نازنینم، 23 اصل ارتباط مؤثر. شما میفهمین در 10 هوشی که انسان داره میگه هوش بیشترین نقش در موفقیت داره، هوش ارتباطات. هر چی ارتباطاتت خوب باشه موفق تر هستی، هر چی شناختت بیشتر باشه موفق تر هستی. تو فکر کن 5 دوست دکتر داشته باشی، 6 تا انجینیر داشته باشی، 2 تا معلم داشته باشی، ادارات دمی هر جوری کار در شفاخانه کارت اجرا میشه. بعد نمیبینی دوستایت از ارتباطت کار میکنه. انسان ها بزرگترین سرمایه ماست، تو سرمایه ماستی. هر کدام تا میبینیم کپی پینجایی نه و کم از بانک کشیده باشه. انسان ها سرمایه ماست، دوستشان داشته باشی، ارتباط خوب داشته باشی. هرچی انسان ها رو بیشتر دوست داری، هرچی شبکه دوستیت قوی تر است، زندگی رو بردی. هم ما میگیم ایلان مجاب صاحب دست فیسبوک خود نشر میکنه که سیمینار تو دوست نشر میکنه. دوست چیست؟ دوستیست، شبکی دوستیست، کلی که خبر میشه سیمینار ما پر میشه. بنان شبکی دوستی رو خوب بسازید، ارتباطات تان قوی بسازید، موفق میشه. دوستای نازنینم، ما انسان شدن از دیگاه یاد میگیریم. اگر ما به دنیا که میاییم یک جایی باشه که کل شرایط حیاتی باشه ما ربانن هیچ کسی نباشه، ما هیچ انسان نمیشیم. قواره ما مثل انسان است، خود ما انسان نمیشیم. او را ما کسی دیگه نباشه که سرواز هم بیخی دیگه نخنام قبر است هم یا بیخی جنگلی حیوانات هم از ما خود ترسیم. ما انسان شدن از دیگرها یاد میگیریم، گپ زدن از پدر مادر یاد میگیریم، رفتار هر چی اجتماعی شده شو میریم از دیگاه یاد گرفته میریم. خیر ارتباط بر ما نشان میده. مومن میگاینی مومن است، یعنی یاد میگیری، میری قد بالای تا میبینی، عیب نقص تا میبینی، اسلام میتونی. هیچ سیمینار میگی ما برای تو آینه را مندازه میگی بیادر تنبلی بد است، ناوخیستن بد، تو میری او الان ناوخ میخید میگی عیب اسلام میتونی. اگر نمیگفتیم تو خبر نبودی، میموند از پیشت. مثال میگم اروحی تا بالی مثلا کینه تو زیر افتخار میگیری، او پدرم پدر کلانی می دشمنی از نو پشت مانده بر ما، خب تو ده پشت بسازش. ولی امروز یاد میگیری که نمیادر دشمنی چی؟ دشمنی خود موفق نکردن، دوستی کردن. درختی دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. چرا تکنم؟ بنان ارتباط هم یادتان باشه تنها گفتار نیست. هر رفتاری که انسان با انسانهای دیگه در شما انجام میده ارتباط است. بعضی وقت شاید شما گپ نزدین ولی چشمایتان چشم به چشم گپ میزنه. نیست آقا در خانه زیادی رواج بود که میکرد اولاد میفهمید که چای سبز دم کنه، میتونه که چای سیاه دم کنه، پلاو پخته که این رقم گوشت بودی، کل چیز به شف رو کنایه و اشاره بود. حالا یا فرض مثال تو میکنیم، تو میکنیم، اینا کلش پیام است که به دیگه خود میرسانیم. یا بعضی هم تو دیگه دیدیم دوت نزده خود تو سنت سعی کرده که از اون کنه دو میزد بیخی خوب بود. حالا مثال های دخترها رو که نتو نمیشه ای سلام علیک شان، بعضی وقت در موفلای عروسی سلام علیک نیست، کرای تلاس نیست، سلام خوارک خوب استی؟ اگر نیخوی قادت نداری کنه سلام خوارک کار ندارد، یعنی ادب نیست از خوارک گفتن کرای را میبینی نمیبینی. خداوند زیاد تلا بسیتانه او دختر تلا پوش باشین انشاءالله. چشم بخیل گور ایم انشاءالله خواستگار بیا یک طرف تراز شما را باره، یک طرف وزنتان تلافر کنم. خدا پنهان رفتار ما هر کدامش ارتباط ستی. زبان بدن دیگه دکتر صاحب علی پرویز که درس میتونه اون زبان بدن، این استاد فن و بیان دیگه اینجا بزرگوار داریم. این فن یعنی حرکات بدنتان هم ارتباط است که برقرار میکنید. ارتباط به معنای حس و احساس و به بیان باور و اندیشه و نظر است. وقتی ما ارتباط خوب داریم احساس خود بر تو گفته میتونم، باور خود گفته میتونم، اندیشه خود گفته میتونم، فکر خود گفته میتونم، خود ابراز کرده میتونم، این ارتباط است. و مخصوصا دوستای نازنین وقتی رابطه نامش صمیمیت میشه که در رابطه زناشویی یا دوستای صمیمی است، ما اق باید راحت باشیم که بیخی گپ خدا عادی گفته بتونیم. صمیمیت از میزان راحت بودن گپ زدن معلوم میشه که در رابطه صمیمیت تو هم تو گفته میری حتی در موردش فکر نکردی، حتی وحشت از این نداری که گپ ما کچفومی نکنه، میگی اشتباه شد پس اصلاح میکنه، من حتی اشتباه گفته موید تو درک نمیکنه. اما صمیمیت که نباشه حتی گپ خوبت کج درک میشه.
تو گپ میزنی میگی نه گپ شیمونا رو نداشت. ایمانای دیگه را داشت. تشکر گفتی نه تشکر نبودی کتره بود. زد تشکر بود. بنان ما بدون ترس گپ خود گفته بتریم ارتباط مؤثر و خوب است. صمیمیت اینمی مانا را میتن. نه که مثل سفیر دو مملکت شدیم که گپ ما خطا نخوره. بعضی زنشوی ها دیدین یک رقم دیگه قدر متوجه هستن که چی را بگه چی نگه گپ خطا نخوره. و یادتان باشه مغز ما مثل تو کست نیست که سویچ کنیم بر راست یک چیزی را گفته بره کم چیز ثبت شده بگه نه او گپ جور میکنه میگه خود او زمان میتونه گپای ما اشتباه شد. گوش کنین دوستان نازنینم وقتی ما از ارتباط گپ میزنیم قرار بیست که ما حرف خود گفته بتانم با گفتن حرفم دو چیز میشه یکی شما مرا میشناسین اندیشه مرا فهمیدین باور مرا نظر مرا چرا مکت شما راحت گپ میزنیم شما خود مرا میشناسین هدف ما او رقم نیست که ما بر کلگی یعنی شما در برنامه قبلی گفتیم که به کلگی یک شکمنان و یک سرپناه آرزوی مست که باشه یک برف میلیاردو مسی زمین حق هر کس هسته. به این خاطر از با سربازی مثلا سر فوتبال یا کرکت که عمله میکنم میفهم شما میفهمین که من بدخواهی کرکتر نیستم ولی بدخواهی ازی هستم که برای کرکتر در توپیک مندازه 4 لک افغانی میته و برای دکتر جراح نان خوردن نمیته مادر من تکلیف قلبی داره که 100 تا کرکت بندازه مشکل حل نمیشه ولی دکتر جراح او رو میتونه مشکلش حل کنه و بدبختی دنیای امروز است که دکتر جراح معلم متخصص 5000 افغانی ماش داره کرکتر یک تو بیش 4 لک افغانی اینجاست که دنیا خراب است و هیچ کس هم صدای خود نمیکشه طرفدارای رونالدو قوه نشه میلیونا دلار برش میتن تیاره شخصی موتر شخصی که مچم نفری شخصی عکس از اون در برج خلیفه بنداز ولی راز خدای کجای دنیاست همی که کل میلیون تا توپ دیگام بزنه چی درد دنیا را حل میکنه ولی بر اون ممالکی که نان داره 100 بشینه او را هم سعی کنه سعی است ولی میلونه بر از اون نده کلگی آرزویش پرسان که یمیال تو را هم بگویم آرزوی چیست ولی فوتبالیست شوام چرا تو اون امکانات که میبینیم این کاش کسی امکانات نرام بتن فوتبالیست شوام معلومه که میبینیم ما آوری کرچی نگه هیچ کس در قصه ایش نیست میگی والا اگه سخنران شوام والا اگه سیمینار موفقیت والا اگه بگیرم چون اگه پنجشنبه بگیرم میگن جمعه اگه جمعه بگیرم میگن پنجشنبه فوتبالیست میخواییم شوام این بدبختی دنیا خرابه به نان فوتبالیست هم یک نانک آرام بخوره کرکتر هم دکتر هم ای تو باشه معلم هم به نان ما گپ ما ای بود که هر بزنیم چقدر ما هم ناق گله ایستم به خدا نو هست لگپ نمیم که گله میکنم مردم حق دارم مره هرچی میکنم به خدا خفه نمیشه مره که هرچی دو دشنا میتن میفهم ما هم چندان آدم نیستم بسیار زبان زشت دارم ولی مره این بر رونالدو چی نالی کل طرف داره از اون دشمنیم شد نوش جانش بیاد داره ما چی کنیم زنده باد فوتبال میکار ندارم بر باید بزنم اول که شما مرا بشناسین بعدش خودمون خودم بشناسم خودمون متوجه شم که این نظریات من چه رقم بود خودت درک بتانم و به می خاطر از گفته میشه در کار تعلیم و تربیت پدر مادر دو گوش شنوا کار داره نه زبان گویا پدر مادر که زیاد گپ میزنه اولادا رو خراب میکنه پدر مادر خوب است که نشنوه از اولاد خود اولاد خوب راحت برش گپ زده میتونه اگه اولاد به گپ زدن نموندی او درد دل خودم میره بیرون خالی میکنه در اونجا برش راهنمایی غلط میشه منحرف میشه تو باید خوبترین شنوندی اولادت باشی خوبترین شنوندی همسرت باشی زیاد همسرا گلیشیست میگه یادم یک قطعا گفت مرا گوش نمیکنه تو باید با اشتیاق نمیشی جان چی گفتی تو بگه از سر بشنه و احتمال سوی سعی کن که بگه این بخدای به چه اشتیاق گوش میکنه گفت گوش میکنه نیکی تس گوشت کش میکنه او آدم اینی گفت چطور شد باز دیدم تلفونت باز چی شد باز در فیسبوک بازی دل از اون کفاندی نکن ده گپ زده هم یالی من چرا قدر احساساتی میشم شما اینو سیل دارن من دیگه ها میگم بیخ سرملاقی بزنم از اگه شما من یالی گپ زدن کل تانو سیل کنیم سیل کنیم ما بس میکنم میبریم خدا به سیمینار قلا شد من این حال نو کم کم گرم میم که شروع کنم این رقم زیاد به دقت سعی نکنیم که من زیاد احساساتی میشم کمی نگاه تا نکنترول کنیم نگاه تا نکنترول کنیم بنان بنایس پدر مادر زیاد گپ نزنین با این اولادکایتان گپ بزنه اگر نی اولاد گم و گیچ میمانه باز رای خوب و بد نمیفهمم متاسفانه است بیش مشکل گوش کنین ارتباط مؤثر وقتی که میگم بیش از گفتن موضوع شنیدن است
از این که زیاد گپ بزنی بشنو، او وقت ارتباط موثر است. از این که بخوای جانب مقابل بفهمانی، یک دفعه خودت بفهم. ما یک کوشش ما ایست که دیگاه رو بفهمانیم، خود ما ایست گپ نفهمیدیم، خود ما اول درک کنیم، خود بفهمیم کجا هستیم، چی میکنیم، کی هستیم، کجا میریم. و سعدی بزرگوارا میگه تا مرد سخن نگفته باشد، که دفعه شیجه مرد تا زن سخن نگفته، مرد و زن سخن نگفته باشد. این مردایی که در شعر گفته میشه، این مرد و زن ما نامیده. خدا تا زن سخن نگفته باشد. چه خوک هایده؟ سعی زیگم آشما. تا مرد سخن نگفته باشد، ای بو هنرش. آه این رو مفهمیدون چرا بر مرد آره. زنا خو سر و پا هنر است، بر مردا که دو نوستن ای با عیب و بی عیب نی، خانمار با او خاطر ناورده. سعدی بزرگا شما خو سر و پا هنر هستین، گپ زدنتان نام خدا. گفته میشه مردا در روز 12000 کلمه گپ میزنن، زنا 25000 کلمه. دو با زنا اعتراض کرده میگه بخاطر اینکه وای گپ شما نمیفهمید، ما مجبور هستیم دو دفعه تکرار کنیم، گنگ هستین. و او خاطر یک دفعه اعلان کرده بودن که آخرین کمره جهان با دقت فوق العاده در دنیا اختراع شد، و ای که ثابت می سازه که بسیار با دقت کار میکنه که یک خانم تانسته در لب بسته عکس شه بگیره، یعنی یا چوب نمی باشد. دایم دگم تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. اگه چوب بشینی کس نمی فهمی که گم زدی، باید بیونری داشته باشی، موار خود نمایان میکنی. اگه من اینجا چوبک میشتم نیتی والا کلاش سفید است، آدم خوب است. اینی که گم زدم خود رسوا کردم، نه که گم بزنیش رو ناخته میشی. از گم زدن است که تشخیص میتونی که می آدم خوب است یا می آدم بد است. این ارتباط تاثیرات خود داره. و گفته میشه ما مثل چشم هستیم، تا که داهینه سعی نکنیم کل گیره میبینیم، خود نمیبینیم. نه چشما خود نمیبینن، کل دنیا رو میبینن، داینه باز خود میبینه. مومن آینه ماست، با دیگاه که ارتباط برقرار میکنه مثل چشم خود میبینیم اونجا. بنابراین ارتباط مؤثر معنایش این است که من میتوانم در ارتباط با دیگری خودم را بهتر و بیشتر بفهمم، خودت درست درک کنم، کمبودی های خودت بفهمم. اگه سمینار میگیرم برای شما هدف میگه کسی خودت دولت ترازو کنم چه قمه فهمم، میبینم که کمبودی هاست، میرم اصلاحش میکنم. و ظرفیت و توان این را پیدا میکنم که بتوانم به هدفهایی که دارم برسم. لذا همینجا میبینم که برخی مردم ارتباطشان بیشتر یک گپی دیگران بگویم. انسان ها سه نوع هستند. یکی انسان های بصری هستند، از چشم زیاد پیام گرفته میتونند. یکی انسان های سمعی هستند، از شنیدن خوب یاد میگیرن. صوفیه تنیدین میگه من که نشنو می، تو میگی بچه میگه تو یک تشریح کو برام میدرسه که تجربه میکنی یاد میگیره، خودش از کتاب یاد گرفته نمیتونه، از گوش بسیار قوی است. و صنفیات میگه میسون استاد درس تشریح میکنم یاد میگیرم، تو ایران میمونی میگه من هیچ اصلا یاد نمیگیرم، تا که در خونه دو دفعه نخونم نمیتونم. و بعضیا لمسی هستن، تا لمس نکنن درک نمیکنن موضوع را. به همین خاطر حتی در هنر فروشندگی یک کدام وقت صحبت باشه گپ میزنیم، مثلا برای یک کسی که بصری است، او ظاهر موتر، مثلا موتر خریدن اومده، او رنگ روخ موتر و مقبولی موتر کار داره. یکی که سمعی است، تا که ماشین چالان نکنه صدای ماشین، این که بصری است هیچ او کار نداره، مردم بوتر معقول است که ماشین چه قغان میزنه او رو کار نداره. ولی او که سمعی است کمیش روشن میگه، میگه ماشینش که راز داره، میگه من چطور نفهمیدی میفهمه. هم یگان روز کسی در موتر تنشته میگه موترت که راز میکنه، تو نه تو هیچ خبر نداری، او سمعی است او رو میفهمه. اما لمسی چی که میشنم هی چی صدای راحتی داره، اوش کار داره، او جدا متوجه نمیشه. بنان انسان هم از این لحاظ این سه تا میتونه یکیش برجستگی داشته باشه. در ارتباط مؤثر مهم است که دوچار چهار تا رفتار غیر کارکردی نشیم. چهار نوع رابطه هیچ فایده نداره و متاسفانه اکثر مردم دوچارش هستن. اگر کدام وقت شما هم شوق اشتیاق داشتید، هم تو به شوق طرف دیدید، با سر بازی های انسانی با سمینار میگیریم گپ میزنیم. 36 بازی انسانی را میشناسن، چهار تایش همیست که من برای شما میگم. این چهار تا هیچ فایده نداره، ولی روزمره ما شما استفاده میکنیم. ببینید یکیش، اول تعارف، تظاهر، دروغ و فریب. بعد دروغ هر گپ میزنیم هیچ هدف ما چی نیست، یک چای نمیخوریم کت ما، هدف ما چای ما نیست، برای ما چیزی هم را خدمت باشه، ما در خدمتتان هستیم، بگه ما را پنجار پنی گم هستیم. اما بعد دروغ، جان ما در خدمتتان، ما فدای سر شما. هیچ ای به خاطر این چیزا را که از مردم میشنه اینو عجل باور نکنید که بخدا چقدر علا قرض میتند یک ما دکان جور کنم. نه دروغ میگنم، تظاهر و فریب میکنه. او یکم تا در دانش خنده میکنه، یک چای نمیخوره، در دلش دو زده است که خاک به سر نبی چای خورده، چای که میگیری زار مرگ چا تو سالار نمیخوای نکنه. تظاهر و فریب
خب بیاین مردم خالی، ما شما این کار از امروز نکنیم، دروغ به دروغ تمثیل نکنیم. دوم سرزنش کردن، ایون بیسی آخره تا گپ میزنه چا بشکم شد تو آدم شدنی نیستی، اینو تو پدر مادر اولاد خراب میکنن، همین تو گپ میزنه سرزنش میکنن. هر چند اشتباه بگو خیر بچه، خیر دخترم تو بگو چی گپ شده بچه گلوم، هیچ اشتباه شده تو اصلاح میشه. تو اگه مادر میبودی چی میگفتی؟ تو خود اولادت بگو، تو اگه پدر میبودی امیری چی میگفتی؟ ای تو متوجهش بساز، تو گپ میزنه بی ادب خرق میکنه کس میکنه. تو دوام او رو که تو گفت او دیگه میگه من به هر کسی قصاره میکنم. خب این پدر مادر ای گپ در بین دوستان بازیام تو داره، مثلا میگی سیمینار، سیمینار ویش لخود سیمینار میگی، هم فایشه میگه سیمینار رفته دلت میگه اونه، تو تصمیم داشتی بیایی سیمینار کم من تشویقت کده بودم که در سیمینار دیگه بیایی اون رفیقت نمیمانه ناکو رفیق من ناربان این بیا. سرزنشگر تو میگی خلاف جور کردیم، تو ادب قوارید کجا به ادب میمانه خدا دلت بد میکنه زندگی. خب اینا لو رو چی میکنی؟ توی تو نباش. خب یک زیر سرزنش تاثیر سرزنش دیگه نه، خودت اون سرزنشگر نباشی، لطفا تشویقگر باشی، تشویق کنی، تشویق کنی. سوم حرفای همه تو بسیار کلیشه ای گفتن هیچ فایده نداره. آه ولی ما با هم برابر هستیم، دمی نیده بودن این کاندیدای پارلمانی که بودن، ما با هم ولی برابر هستیم، برادر هستیم، ما برادر شکم مزگوشنگی مرده، این برادر ما قصر داره، موترهای شیشه سیا داره، تیلری داره، میگه خودم معرفی کنم من فلانی جان هستم، 50 تا ترکتور دارم، یک شرکت دارم، ولی با هم برابر هستیم، با هم برادر هستیم. این برادر اینجا شکمش گشنه توقع داره، این گفای ناقص که میزنیم، نه این چیزا مشکل ما را حل نمیکنه. و گفای بی جای گفتن که هیچ مربوط از قضیه نیست، مثلا میگی چرا ناوقت کردی، بینی تو چرا کلانه، چرا چبلق پوشیدی، چرا در سیمینار نمیگی، تو چرا که پرانتنبان سیمینار بودی، بیا پوره کن. هیچی موضوع که از اون موضوع ارتباط نداره، ما میریم اما یک فکایی هم جور کرده بودن کدام چیزی گفته بود بزن چرا چبلق نمیگی، بارو گفت هم میبره این در چبلق زنه. متوجه میشیم یک چیزی با اون موضوع ارتباط نداره این گفتنش. در ارتباط باید چند کار کنیم، خواسته خود مشخص بگیم من در رابطه چی کار دارم، خواست مشخص باشه، توانایی خودم بگیم من در رابطه چی کرده میتونم، دروغ نگویم من اینقدر توانایی دارم، جان مقابلم بفهمه با کی روبرو هستم، ما اینقدر توانایی نداریم اینقدر خود نشان میتیم. والا میگم مادر ما میبرم یه قصه‌ای است که بخیده ما نخونه شده، مادر ما تا پاکستان عملیات میبرم پیسه قرض میت، آ من بخیده خدمتت هر چی کار داشته شو میره قندوز، مادر خود کابل میره حالا هر چی رو زنگ میزنه زنگ نمیگیره، او تا اینجا مصرف کرده به امید از ایال ایران مونده او جبره پس پاکستان بره، کد مادر وعده کرده که میبرم اینقدر ودی. اگه یه زوال میگفت که نی بیادر من نمیتونم یا 5000 کمک میتونم، او میفهمید چی تصمیم میگیره. بنان خواسته خود بگوییم که ما از رابطه است تو چی میخوایم و ما چقدر توانایی دارم پس در این رابطه که او هم بفهمه که چی گپ است. اما متاسفانه حتی بعضی ما سعی کنیم حرف خود واضح نمیگیم، بسیار مبهم گپ میزنیم. با چی میگیم؟ خودش باید میفهمید دیگه، نه از چی بفهمه، مردم خود نمیشناسه، از خود خبر نداره، بیشینه موتور بفهمه. خویم زبان به این خاطر داده گپ خود بگوییم، نه ولی خودش دیگه باید درک، یک باید درک میداشت، خود نداره، یک درک نداره، تو خودت باید گپ تا بگویی. بنان خب باز این کدام وقتی سر ارتباطات صحبت خواد کردیم، ولی یاد ما باشه رابطه را که وقتی برقرار میکنیم بر هر دو طرف جالب باشه، علاقه داشته باشن، رابطه برد برد باشه، هر دو طرف خود راحت بینه، اگر این رابطه باز خوب پیش نمیره، در جان زدن نمیشه، یک طرف فایده کنه یک طرف ضرر کنه، این رابطه مزه‌دار نیست، پیش نمیره. یعنی مثلا اگه 50 افغانی برات گرفتیم باید یک ده تا اصل خوب برات بگیم که 50 رفیت بیارزه، اگر نه خب باز دیگه جمعه نمیه میگه 50 رفیت رفتم 5 تا اصل گفت اصل ده رو پشد، این حال که 10 اصل بگیم باز تو میگه اصل 5 رو پا برو میارزه. خب او خاطر این حالی که تا کی رو من نفیم ده تا رو پوره نکنم پوره نمیمانم که از اینجا بیریم. به نان وقت یک رابطه حتی خواست تا نگفتین خوب استقامت داشته باشین تا جواب بگیرین. بعضی ها رو مثلا میگیم ما در این کارهای ماینخانه هم میبینیم، فرض مثال یکی از بچه های ماینخانه رو وزیفه میتونیم، فرض مثال تو فلانه کار رو بکن، پس شامی این کار شد نیوالا زنگ زدم گوشی رو نگرفت، زنگ زدی گوشی رو نگرفت، خب پس من روال میدادی یا یک زنگ میزدی یا میرفتی، تو رو خو نگفته بودیم که یک بار زنگ بزن کمو گوشی رو میگیره یا نمیگیره. ما باید یک کار گرفتیم پشتش گرفتیم تا آخر تعقیبش کنیم. امیک ما در اول گفته بودیم که امی بحثای موفقیت یک قسمت زیادش مدیون کارهای ناپلیون هیل هستیم،
که باز کتاب خود از ایران برتان تشریح میکنم بیاندیشید ثروتمند شید. این آدم یک جایی میخواست وظیفه بگیره، رفت درخواست داد، بعدش فکس روان کرد روز یک تا ساعت یک تا، بالاخره قدر درخواست که مردم ها فهمید به خدای نمی اشتیاق از این کار داره، بیا مطورم قرار میکنه، اشتیاق داری. اینجا میگی چرا وظیفه نمیگیری؟ ولی پیدا نمیشه. چند جای رفتی؟ این سه جای رفتم وظیفه نبود. ای تو میگه که 3000 جای رفته باشه، تو بگه 300 جای رفتم تو ولی پیدا نشد. خدا میره باز در 400 میشه پیدا شوه، اونو تو استقامت داشته باشه پیدا میشه. تو خو نیست کلیگی منتظر شده باشه تو بیایی حالا چک چک آمدی را بگیری رئیس مقرر کنی رو کن. نیست مالم دارد وظیفه کم است. تو اشتیاق نشان بدی، تو تلاش کن، تو زحمت بکش، میشه. بعضی ها میبینید تا خب موضوع ارتباطات موضوع ازدواج هم شامل است. بعضی ها به خدا گلیشان نیست ماینه خونم، ای والا خواستگار وجود نداره. تو دارسی میری نه. تو دیگه قاری امریکا نیستی کرستف کولمبیا پیدایت کنه کجاست کاشفت کنه تو نمیشه. خود تو برو در محافل برو که مردم ببینید یک آدم خوب درس خوان سیمینار دیده لایق. خدا تو خود نمیشه.